سلمان فارسی، صحابی مشهور پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و از یاران امام علی علیه السلام بود. او جایگاه والایی در میان صحابه داشت و پیامبر او را از اهل بیت خود خواند. وقت حضرت سلمان علیه السلام رو پیغمبر میگه از ما اهل بیت، پیغمبر معصوم هست، پیغمبر مبالغه نمی کند، حرف گزاف نمی گوید، هر چی می گوید وحی خداست. این عظمت حضرت سلمان علیه السلام رو می رساند. ما رو دوست بدارم و خدا هم اینها رو دوست می دارد. راجع به حضرت سلمان رسول معظم اسلام فرمودن بهشت مشتاق دیدن و زیارت حضرت سلمان هست، بیش از اونی که سلمان مشتاق به بهشت باشد. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که سلمان و منا اهل البیت، سلمانی که غیر عرب هست و عجم بوده، سلمانی که سالهای اخیر عمرش را در محضر پیامبر اسلام و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خدمت به اسلام کرده، این خودش بیانگر معرفت این شخص بزرگوار را نشان می‌ده که این شخص بزرگوار با وجودی که 20 الی 23 سالی را که در اواخر عمرش آقا رسول الله و دین مبین اسلام را درک کردن، مبنا به معرفتی که از آقا رسول الله کسب کردن در خدمت اسلام و مسلمین و دین مبین اسلام بودند. این شخص بزرگوار تمام قامت در کنار آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین علیه السلام خدمت گذاری کردند که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سلمان منا اهل البیت. معرفت یعنی این. برخی منابع او را اهل اصفهان و برخی دیگر اهل شیراز معرفی کردند. مطابق روایات شیعه او هیچگاه به غیر از خدا سجده نکرد. او روح حقیقت جویی داشت و برای یافتن حقیقت به سرزمین های مختلفی مسافرت کرد و نزد اسقف های مسیحی به تعلیم و تربیت نفس پرداخت تا آنکه به ظهور پیامبر آخر زمان در سرزمین عرب بشارت داده شد. سلمان برای یافتن پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به حجاز رفت و با دیدن نشانه های نبوت در پیامبر به او ایمان آورد. از آخرین استاد خودشان شنیده بودند که پیغمبر آخر الزمان سه تا نشانه و علامت دارد: صدقات رو نمی خورد، هدیه و تحفه رو دریافت می کند و قبول می کند و می پذیرد و بین دو کتفش مهر نبوت وجود دارد. وقت سلمان وارد مدینه شد، سراغ پیغمبر رو گرفت و خواست امتحان بکنه ببینه واقعا این پیغمبر هست یا نه، اون علامت و نشانه ها در او وجود دارد یا ندارد. مقدار خرما رو آورد محضر پیغمبر، فرمود این صدقه هست، شما استفاده بکنید. پیغمبر گرفت به یاران خودش داد و خودش از اون صدقات استفاده نکرد و نخورد. بار دوم فردایش یا پس فردایش مقدار خرما آورد محضر پیغمبر، فرمود این یک هدیه و تحفه از هست از من به جانب شما. پیغمبر خرما رو گرفت و از اون تناول نمود و استفاده کرد. این دو تا علامت برای ثابت شد. دنبال علامت سوم بود. یکی از اصحاب پیغمبر رحلت کرده بود، در تشییع جنازه پیغمبر متوجه شد سلمان پشت سر پیغمبر حرکت میکنه و کل حواسش به شانه های پیغمبر را ببینه چه اتفاقی میفته. پیغمبر ردای خودش رو عقب زد تا سلمان اون مهر نبوت که بین کتف پیغمبر هست رو مشاهده بکنه. وقتی اون رو هم مشاهده کرد، هر سه علامت و نشانه برای او مسجل شد، خودش رو به دامن پیغمبر انداخت و ایمان آورد به پیغمبر بزرگوار اسلام. و این جریان ایمان آوردن ایشان در سال اول هجرت پیغمبر بوده است که این اتفاق افتاده است. سلمان پس از غزوه خندق در همه جنگ های دوران پیامبر شرکت کرد و حضوری مؤثر داشت، از جمله این که او در جنگ احزاب پیشنهاد حفر خندق گرداگرد مدینه و در جنگ طائف استفاده از منجنیق را ارائه داد. در جنگ احزاب یا جنگ خندق وقتی به پیغمبر گزارش رسید که بناست لشکر شرک و کفر علیه پیغمبر به مدینه حمله بکنن، جنگ احزاب حدود 10,000
مشرک و کافر از یهودی و مسیحی و غیره علیه پیغمبر جنگ را آغاز بکنن. پیغمبر اصحاب خودش رو جمع کرد برای اینکه مشورت بکنن که چه کار باید بکنن، دفاع بکنن، از مدینه بیرون شون، چطوری دفاع بکنن، چه کار بکنن تا جلوی دشمن رو بگیرن. هر کس نظری داد، از جمله حضرت سلمان، نظرشان این بود چون تعداد مسلمان ها کم هست و دشمن تعدادشان خیلی فراوان هست و مجهز هست، بهترین راه این است که اطراف مدینه خندق کنده شود تا اونها نتوانن از خندق عبور بکنن و پشت خندق وقتی تعدادی ماندن آذوقهشان تمام میشه و کم کم خودشان دست از جنگ بر می‌دارن. و همین نظر حضرت سلمان رو پیغمبر پذیرفت و به مسلمانان دستور داد و برنامه ریزی شد و اطراف مدینه رو خندق کندن و اتفاقا به سبب همین کندگ خندق پیغمبر در جنگ احزاب به پیروزی رسید و مسلمانان پیروز شد. وقتی در جنگ حنین پیغمبر پیروز می شود، دشمن وارد قلعه طائف می شود، قلعه بسیار محکم و استوار با درهای محکم، با دیوارهای بسیار بلند که فتح اون تقریبا ناممکن هست. پیغمبر مشورت می کند و حضرت سلمان به پیامبر مشورت می دهد که تنها راه پیروزی ساختن منجنیق هست و پیغمبر دستور می دهد طبق نظر سلمان و زیر نظر ایشان منجنیق ساخته می شود و رعب و دلهره زیاد از این طریق به دل دشمن می افتد، کم کم باعث فتح اون قلعه طائف می شود و پیغمبر در این جنگ هم پیروز می شود. او پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از یاران خاص امام علی علیه السلام شد و صحابه را به دلیل تخلف از دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر جانشینی علی علیه السلام سرزنش می کرد. بعد از رحلت رسول معظم اسلام جریانهایی در تاریخ اسلام اتفاق افتاد. اولین اتفاقی که افتاد جریان سقیفه بنی ساعده هست که تعداد جمع شدن و اون اتفاق افتاد و خلیفه تشکیل دادن. یکی از مخالفین سرسخت این جریان حضرت سلمان علیه السلام هست که بارها و بارها احتجاج کرد علیه اینها و صحبت نمود و مناظره هایی انجام داد و این جمله از حضرت سلمان علیه السلام مشهور است که فرمودن کرداز ناکرداز، یعنی کردید و نکردید، کردید اون چی رو که نباید انجام میدادید و نکردید اون چی رو که باید انجام میدادید. بنابر طبق دستور پیغمبر عمل بکنید که عمل نکردین و کار رو از پیش خودتان انجام دادین که نباید انجام میدادین. و بعد فرمودن که لو بایع علیا لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر این جریان پیش نمی آمد و مردم می آمدن با حضرت امیر بیعت می کردن، برکات الهی از بالا و پایین از آسمان و زمین بر اونها باریدن می گرفت که متاسفانه مردم بر اثر درست عمل نکردن خودشون رو از این برکات الهی محروم کردند. با این حال او با خلفای آن دوران همکاری داشت و با پیشنهاد عمر بن خطاب فرماندار مدائن شد. در زمان خلافت خلیفه دوم با مشورت حضرت امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام، حضرت سلمان فرمان روایی مدائن رو میپذیرد و به اون سرزمین حرکت میکند و تا آخر عمر شریفشان در اون سرزمین به عنوان فرماندار حکومت میکند و وظیفه خودش رو انجام میدهد. سلمان فارسی زندگی ساده و زاهدانه ای داشت و این روش را در دوران امارت خود بر مدائن ادامه داد. او از امکانات حکومتی به نفع خود استفاده نمی کرد و با دسترنج خود گذران زندگی می کرد. در دوران حکومت هم حضرت سلمان مانند دوران قبل از حکومت بسیار زندگی ساده و زندگی زاهدانه داشته است. حتی نوشتن حقوقی رو که از دولت دریافت می کرد برای فقرا صدقه می داد و خودش با زنبیل بافی امرار معاش می کرد. در طول عمر سلمان نظرات مختلفی ذکر شده است و برخی او را از مؤمرین یا افراد بسیار سال خورده معرفی کردند. مطابق برخی از پژوهش‌ها سلمان در سال 33 هجری قمری درگذشت و در مدائن عراق دفن شد و قبر شریفش امروز زیارتگاه مسلمانان و مشتاقان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان است.